برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل، از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، به نظر شما تشکیل این ائتلاف گروه‌های اسلامی در بریتانیا تا چه حد میتواند در مقابله با اسلام حراسی مؤثر باشد؟ خب ابتدا توجه داشته باشیم که ریشه اسلام حراسی برمیگرده به راست افراطی که نه فقط در بریتانیا بلکه در سرتاسر اروپا ظهور و بروز پیدا کردن، در بعضی کشورها قدرت رو به دست گرفتن. اینها دو هدف اصلی دارن، یکی مخالفت با مهاجرت های از کشورهای دیگه، یعنی مخالف مهاجرین هستن، و دوم هم با اسلام به عنوان دین غیر اروپایی برخورد میکنن. حال در حال اینکه الان شما در انگلستان مثلا جمعیتی بالغ بر 5 میلیون مسلمان دارید، در فرانسه همچنین 5 میلیون مسلمان دارید، و همطور که در گزارش بود اشاره شد در ماهای اخیر حمله شده بود به مراکز مسلمان ها. میخوام بگم از همه اینا نتیجه گیری باید کرد که یک راست افرادی شدیدی به سر کار آمده. این 80 گروه مسلمانی که آمدن و این طرح بیانیه رو دادن، در واقع از وضعیت وخیمی که در ماهای اخیر شاهد بودن بسیار نگران هستن. یعنی اگر که کنترلی رو وضعیت ایجاد نشه، دور بعدی تنش‌هایی که ایجاد خواهد شد حتما گسترده تر و حتما خونین تر خواهد بود. و دولت کارگری هم که الان سر قدرت آمده عموما منعطف‌تر هستش از دولت محافظه‌کاری که دولت رو از دست داده. بنابراین زمان مناسبی رو انتخاب کردن، لحن خوبی رو انتخاب کردن، پیشنهادی دادن که یک باز تعریفی بشه از مفهوم اسلام حراسی، و البته من تصور نمی کنم که این پیشنهاد الان به فوریت مورد قبول قرار بگیره، به فوریت به اجرا گذاشته بشه. اما اینکه بنای چنین پیشنهادی رو گذاشتن بنای بسیار درستی هست، چون مسئله افرادگرایی علیه اقلیت ها و ادیان اگر محدود نشود، همه اقلیت ها و همه ادیان رو هم شامل می شود. مسئله این نیست که فقط علیه مسلمان ها مثلا این تظاهرات و قتل و غارت انجام میشه، علیه یهودی ها هم میتواند اتفاق بیفته، علیه هر مذهب دیگه. بنابراین این اقدام بسیار درستی است، ولی پیش بینی من این هستش که به نتیجه رساندن اون زمانبر و طولانی خواهد. بله، سپاسگزارم از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.